سلام. در اکنیگا را با بخش دیگری از عملیات تصویرنگاری کانون‌های شورشی در شهرهای میهن آغاز می‌کنیم. در ادامه نگاهی داریم به فعالیت کانون‌های قهرمان شورشی در زاهدان. تلگراف لندن در مقاله‌ای با تاکید بر اینکه رژیم ایران همچنان یکی از مشکلات بزرگ جهان است، به نقش جنگ افروزانه رژیم در منطقه و سطح جهانی اشاره کرد و نوشت: بدرفتاری آخوندها که برای چندین دهه در منطقه مشهود بوده است، در 7 اکتبر با حمله حماس به اسرائیل بار دیگر مورد توجه عمومی قرار گرفت. سایت تلگراف افزود: به طور باور نکردنی آمریکا و انگلستان به تازگی به خاطر مرگ جلاد تهران تسلیت دیپلماتیک گفتند. تقریبا مثل این است که ما در گذشت قاسم سلیمانی را تسلیت گفته باشیم، در حالی که او مغز متفکر و جنایتکار پشت کارزار بین المللی خون و ترور رژیم ایران بوده است. تن مردم به مناسبت سقوط رئیسی، این مردن رئیس جمهور فقید کشورم رو تبریک میگم به کل مردم ایران. امیدوارم که باقیه‌شون هم همینجوری سر به نیست بشن. Ve burada görüyorsunuz helikopterin parçaları burada
İşte tam da bulunduğumuz bu noktayı tarif etmeye çalışıyorduk. Burada birçok parça bölündüğünü görüyoruz. O da ne kadar... Global News نوشت مرگ رئیسی باعث ایجاد شکاف‌های عمیق در رژیم ایران شده است. رئیسی، مرد مورد اعتماد خامنه‌ای، به علت نقش کلیدیش در کشتار 67 در تحکیم قدرت خامنه‌ای نقش اساسی داشت. مرگ رئیسی نشان دهنده ضربه سختی به خامنه‌ای است و پایه‌های رژیم را متزلزل می‌کند و خاطرات آخرین روزهای حکومت شاه را تداعی می‌کند. گلوبال نیوز به نقل از خانم مریم رجوی نوشت مرگ رئیسی ضربه راهبردی جبران ناپذیری به خامنه‌ای و رژیم است که به اعدام‌ها و قتل عام شناخته می‌شود. گلوبال نیوز در بخش دیگری از گزارشش نوشته است ابراهیم رئیسی که به دلیل دست داشتن در قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67 عمدتاً هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران و کشته شدن 1500 نفر در جریان قیام سال 98 شناخته می شود، مرگش موجب آرامش گسترده مردم ایران شد. عفو بین الملل با انتشار یک اطلاعی اقدام فوری نوشت حداقل 8 نفر در ایران در ارتباط با قیام سال 2022 محکوم به اعدام هستند و 9 نفر دیگر در پی محاکمه‌های ساختگی و به شدت ناعادلانه اعدام شدند. مقامات حقوق محاکمه عادلانه را به شدت نقض کردند و بسیاری را مورد شکنجه و سایر بدرفتاری ها از جمله ضرب و شتم، شوک الکتریکی و خشونت جنسی قرار دادند. نگرانی ها از اعدامه های بیشتر در حال افزایش است. به گزارش خبرگزاری حکومتی انتخاب آخوند آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای با آخوند جنتی دبیر شورای نگهبان رژیم مصوبه مجلس درباره حجاب را مغایر با سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی دانست و گفت برداشت جریمه از حساب زنان باعث بی‌اعتمادی به نظام بانکی و خروج سپرده‌های بانکی می‌شود. آخرین خبر. خبرگزاری رویترز در گزارشی به بخشی از واکنش‌های بین‌المللی به رأی دادگاه جهانی به اسرائیل در توقف حمله به رفح پرداخت و از جمله نوشت وزیر خارجه بلژیک در یک موضع‌گیری گفت دیوان بین‌المللی دادگستری به اسرائیل دستور داد تا حمله نظامی خود در رفح را متوقف کند. بلژیک خواستار اجرای فوری این تصمیم است. رویترز افزود آفریقای جنوبی نیز از حکم دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه استقبال کرد و آن را راهگشا دانست، زیرا برای اولین بار صریحاً به اسرائیل برای توقف عملیات نظامی در غزه اشاره می‌شود. با سپاس از همراهیتون تا در یک نگاه دیگر، خدا نگهدار.